دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد حضور اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطینی غیرقانونی است و باید هرچه سریعتر پایان یابد. توجه شما را به گزارش همکارم در رابطه با اعلام نظر دادگاه بین المللی دادگستری جلب می‌کنم. عالی‌ترین مرجع قضایی سازمان ملل روز جمعه 29 تیر در اعلام نظر خود که الزام‌آور نیست اعلام نمود اسرائیل به عنوان کشور اشغالگر از قدرت خود در کرانه باختری و بخش شرقی اورشلیم بیت المقدس برای الحاق اراضی فلسطینی، اعمال کنترل دائمی بر این مناطق و ساختن شهرک‌های یهودی نشین سوء استفاده کرده است. بنا به نظر اعلامی دیوان بین المللی دادگستری در نتیجه این اقدامات حضور اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین غیرقانونی است و باید هر چه سریعتر پایان یابد. نواف السالم حقوقدان لبنانی و رئیس هیئت قضات 15 نفره این دیوان گفت هیئت قضات به این نتیجه رسیده است که ساکن کردن شهرک نشین های یهودی در کرانه باختری و بخش شرقی بیت المقدس و تأمین زمین سازی ادامه حضور آنها در این مناطق ناقض ماده 49 کنوانسیون 4 ژنو است. ماده 49 کنوانسیون 4 ژنو به موضع انتقال اجباری و تبعید در مناطق اشغال شده اختصاص دارد که در بخشی از آن آمده است دولت اشغال کننده نمیتواند به نقل مکان یا انتقال قسمتی از نفوس کشوری خود به اراضی که اشغال کرده است مبادرت کند. دیوان بین المللی دادگستری در این حال در مورد گسترش سیاست شهرک‌سازی در مناطق اشغالی فلسطین به شدت ابراز نگرانی کرد و افزود که بهره برداری اسرائیل از منابع طبیعی این مناطق برخلاف تعهدات بین المللی آن به عنوان یک کشور اشغالگر است. نظر این دیوان در شرایطی اعلام می شود که در یک پرونده جداگانه بر اساس شکایت آفریقای جنوبی در حال بررسی احتمال وقوع نسل کشی در جریان حملات اسرائیل در ماه‌های اخیر به نوار غزه است. از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آی دکتر سلام و عرض ادب. آی دکتر، رأی دادگاه بین المللی دادگستری تا چه حد از اهمیت برخورداره و چه تأثیراتی به دنبال خواهد داشت؟ بفرمایید. بله، این رأی بسیار بسیار زیاد رأی مهمی حلقی میشه. ببینید، بایستی اول در نظر گرفت که این رأی بر اساس درخواست مجمع عمومی از دیوان دادگستری لاهه صادر شده، یعنی یک رکن سازمان ملل متحد که مجمع عمومی باشه، از رکن دیگر سازمان ملل متحد که دیوان بین المللی دادگستری باشه تقاضای رأی کرده بود که نظر بدهد که سرزمین ها یا اشغال شده است یا نشده است. الان دیوان بین المللی دادگستری لاهه رأی داده که این سرزمین ها یعنی کرانه غربی و منطقه شرق قدس یا اورشلیم به اصطلاح جزو خاک های فلسطین محسوب می شود. حضور اسرائیل در اینجا غیر قانونی است و می بایستی اشغال رو پایان بده، شهرک نشینی رو پایان بده و در این حال غرامت هم پرداخت کنه. ببینید، وقتی که زوایای این حکم رو شما بهش نگاه میکنید، اونم از جایگاه یک عالی ترین دیوان و دادگاه جهانی، یعنی دیگه بالاتر از ICJ بهش میگن، از بالاتر از دیوان بین المللی دادگستری هیچ دادگاهی وجود نداره. این رأی بسیار رأی محکمی هستش. در محکم بودنش این که شما نگاه کنید، هیچ کشوری از کشورهای دنیا، حتی نزدیکترین دوستان اسرائیل هم نتوانستن به این حکم اعتراض کنن. مثلا امریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، هیچ کدوم نیومدن بگن که نخیر، این حق اسرائیل هستش که در این سرزمین ها باشه، این رأی دادگاه را مقبول نیستش. هیچ کشوری، فقط تنها کشوری که اعتراض کرده به این حکم خود اسرائیل بوده، خود آقای نتانیاهو بوده. خب اونم منطق، اونم روشن هستش که اونا خب طبیعتاً حکم رو نمیخوان بپذیرن. پس بنابراین این حکم اولا بی سابقه است،
دوما دو تا نهاد سازمان، دو تا رکن سازمان ملل رو پشت سر خودش داره، یعنی مجمع عمومی و دیوان بین‌المللی دادگستری. سوم اینکه این حکم مورد اعتراض هیچ کشور دنیا قرار نگرفته. چهارم اینکه معنای این حکم این هستش که اسرائیل در یک محکمه بین‌المللی در انزوای کامل قرار گرفته. البته جزئیات بسیار زیادی این حکم داره که حالا در نوبت‌های دیگری باید بهش پرداخت، چون پیامدهای حقوقی زیادی داره. فقط این نکته رو یادآور بشم، شاید مخاطبان شما این پرسش رو داشته باشن. حالا که دیوان این حکم رو صادر کرده، آیا معنیش این هستش که اسرائیل الان ملزم می‌شود که این خاک‌ها رو ترک کنه؟ متأسفانه یکی از نواقص احکام دادگاه بین المللی دادگستری لاهه این هستش که الزام آور نیستن، قانونی هستند ولی ابزاری برای اجرای این حکم وجود نداره. در دعاوی، در دادگاه‌های معمولی شما میرید حکم میگیرید، بعد میرید به اجرای احکام، حکم رو اجرا میکنن. این سیستم اجرای احکام در نظام بین المللی وجود نداره و طراحی نشده. ممنونم از همراهیتون. با تشکر از دکتر حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.